شروع حرکت طالبان از اوایل دهه 90 میلادی بوده. وقتی که حکومت کمونیستی سقوط میکنه، مجاهدین کابل رو فتح میکنن و یه سری جنگ‌هایی هم بین مجاهدین اتفاق میفته و افغانستان دوچار جنگ‌های داخلی میشه. بعد از چند وقت، یعنی حدود سالهای 93 و 94 میلادی، یک گروه تازه تأسیس از سمت جنوب افغانستان، یعنی از سمت مرز پاکستان، شروع به پیشروی و حرکت میکنن که خودشون رو طالبان میگفتن. طالبان هم به این معنا که ما طلبه ایم، و طلبه هم که به همون معنی دانشجوی حوزه‌های علمی است. سلام، من حمید هستم و ممنونم از اینکه کانال ما رو برای تماشا کردن انتخاب کردید. خب بهتره سریع بریم سر اصل موضوع. شعار اصلی طالبان این بود که ما از این همه جنگ و درگیری خسته شدیم و اومدیم تا قوانین اسلامی رو پیاده کنیم و به این جنگ‌های داخلی هم پایان بدیم. وقتی مردم این شعارها رو شنیدن، چون هنوز شناختی از اونا نداشتن، توی بعضی از مناطق با آغوش باز از اونا استقبال کردند که اینها یک سری جوانایی هستند که با شعار و هدف برقراری صلح و امنیت وارد سیاست افغانستان شدند و میخوان حکومت اسلامی رو راه بندازن. وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم. با همین شعارها و حمایتهایی که از اونا میشد، خیلی زود پیشرفت کردن و مناطق زیادی رو تصرف کردن. اما کم کم با برخورد اونها توی مناطق تصرف شده با مردم و همچنین آشکار شدن حمایتهای خارجی، هدف و هویت واقعی اونها نمایان شد. اما قبل از اینکه بخوام ادامه ماجرا رو تعریف کنم، یک نکته رو میخوام بهتون بگم. مطالب استفاده شده توی این ویدیو بیشتر خلاصه و چکیده دوتا کتابه که من مشخصات اینا رو توی دیسکریپشن واسهتون مینویسم. این کتابم برعکس گرفته بودم. مشخصات این کتابا رو توی دیسکریپشن واسهتون مینویسم که اگه خواستید ازش استفاده کنید. و همچنین بعضی از مطالب رو از مصاحبه با دوستانی که توی افغانستان هستن به دست آوردیم. اما حالا واقعا طالبان کیا هستن و چه هدفی دارن و توسط چه کسانی به وجود اومدن؟ برای شناخت درست طالبان بهتر اونا رو از چند زاویه بررسی کنیم. اولین نکته‌ای که باید بهش توجه کنیم، بررسی طالبان از لحاظ قومیتیه. توی افغانستان اقوام مختلفی وجود دارن که عمده اونها تاجیک، ازبک، هزاره، پشتون، بلوچ و ترکمن هستن. اما طی 270-80 سال قبل، یعنی از زمان حکومت دورانی ها، فقط قوم پشتون حاکم بر افغانستان بودن و حکومت رو فقط حق خودشون و میراث پشتون ها میدونن، که خود پشتون هم شاخه های دورانی و غلجایی دارن که وارد این جزئیات نمیشیم. پس بدنه اصلی طالبان رو اقوام پشتون که در جنوب و شرق افغانستان ساکن هستن تشکیل میده. بحث قومیتی در افغانستان اونقدر مهمه که حتی شوروی و کمونیستا هم با یک دیدگاه مشترک مجبور میشن در افغانستان دو تا حزب کمونیستی تأسیس کنن. یکی خلق برای پشتون ها و اون یکی حزب پرچم برای غیر پشتون ها. پس این بحث پشتون و غیر پشتون یکی از مسائل مهم افغانستانه. از اون سمت هم بخشی از قوم پشتون در خاک پاکستان امروزی زندگی میکنن و ارتباط نزدیکی با پشتون های این سمت مرز دارن. در زمان جنگ‌های داخلی، بعضی از مردم افغانستان، مخصوصاً پشتون‌ها، به پاکستان میرن و جذب مدارس مذهبی پاکستان میشن و از اینجا به بعد دولت پاکستان از این فرصت استفاده میکنه و این افراد رو با پیش‌زمینه‌ای که داشتن در راستای اهداف خودش پرورش میده. اما نکته دوم و مهم درباره طالبان، مسئله دین، مذهب و گرایشات اوناست. طالبان معتقدند که تنها احکام قرآن و سنت مبنای قوانین اصلی حکومتیه که این هم از نحوه آموزش‌های اونا نشأت می‌گیره. اونا با تعصبات خاصی از مدارس دینی فارغ التحصیل شدند و با هر نوع فکر و اندیشه مخالف عقیده و افکار خودشون به شدت برخورد می‌کنن و این رو نوعی جهاد می‌دونن. در این دیدگاه اطاعت از خلیفه واجب شرعیه و خلیفه هم نباید از طریق همه پرسی انتخاب بشه، چون انتخاباتو یک شیوه تقلیدی و غیر اسلامی میدونن. در مجموع طالبان در مسئله دین سختگیری های شدید دارن و یه جورایی فوق‌العاده افراطی هستن.
حتی بعضی از اونها مثل شاخه وهابیت شیعیان رو دشمن میدونن و صرف نظر از قومیت و انسانیت عقیده دارن که باید شیعیان رو کشت. وقتی از طالبان صحبت میکنیم نمیشه نقش دولت‌های خارجی رو در رشد و پرورش اونها نادیده بگیریم. مهمترین این دولت‌ها پاکستان و سازمان اطلاعات ارتش اونها موسوم به ISI هست که با جلب حمایت‌های عربستان و آمریکا این کار رو انجام دادن. پاکستان با پرورش طالبان چندین هدف رو دنبال میکرد که بهشون اشاره میکنیم. از بعد به تشکیل دولت پاکستان در سال 1947 همیشه با هند درگیر بوده و نیاز به حامی در منطقه داشته که به خاطر همین اگه در افغانستان یک دولت تحت الحمایه پاکستان بر سر قدرت بشینه میتونه به پاکستان کمک کنه که شرایط افغانستان و اختلافات و درگیری‌های قومی توی این کشور این امکان و این اجازه رو به پاکستان داد. اما دومین دلیل تلاش پاکستان برای به قدرت رسوندن طالبان در افغانستان مسئله مرز دیورند و همچنین پشتونستانه که همیشه یکی از چالش‌های بین افغانستان و پاکستان بوده. اگه در افغانستان یک حکومت مقتدر و غیر دوست با پاکستان روی کار بیاد، این مسائل دوباره برای پاکستان مشکل ساز میشن. سومین دلیل رو میتونیم مسائل اقتصادی بیان کنیم. افغانستان پل ارتباطی بین پاکستان و آسیای میانه است و پاکستان با تسلط بر افغانستان میتونه راه‌های تجاری رو کنترل کنه و این امر باعث قدرت گرفتن خودش و همزمان باعث ضعیف‌تر شدن ایران میشه، چون میتونه مسیر تجاری رو از افغانستان به سمت پاکستان و دریای آزاد بکشونه و ایران رو حذف کنه. ولی حمایت پاکستان از طالبان دلایل دیگه‌ای هم داره، مثلا رقابت با ایران یا همسویی با سیاست‌های آمریکا و عربستان در منطقه. اگه یک دولت دشمن با دولت ایران در افغانستان روی کار بیاد میتونه مرزهای شرقی ایران رو ناامن کنه که این هم باعث ضعیف‌تر شدن ایران در مقابل آمریکا و عربستان میشه. و به خاطر همین این دوتا کشور هم از طالبان حمایت‌های زیادی کردن که حالا بحث حمله آمریکا به افغانستان و طالبان و القاعده هم داستان‌های خاص خودش رو داره. اما حالا اون سمت قضیه، اگه یک دولت غیر پشتون توی افغانستان روی کار بیاد میتونه باعث نفوذ بیشتر هند، ایران و روسیه توی افغانستان بشه که در تضاد منافع پاکستان و عربستانه و به همین دلیل این دولت ها با تمام قوا از طالبان حمایت کردند و در کنار امارات اولین کشورهایی بودند که طالبان رو به رسمیت شناختند. تا اینجا تلاش کردیم که طالبان رو بهتون معرفی کنیم و بگیم که طالبان فقط مربوط به افغانستان نیستن و اونا یک پدیده و مسئله فرامنطقه‌ای محسوب میشن. اما اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتید و از اون خوشتون اومده، خوشحال میشیم که اونو لایکش کنید. ولی لطفاً فراموش نکنید که حتما سوال انتهای این ویدیو رو جواب بدید و اگه از این سبک ویدیوها خوشتون میاد میتونید کانال ما رو سابسکرایب کنید. خب دیدیم طالبان بر چه اساسی شکل گرفتن و رشد کردن. اونا تونستن در سال 1996 بر اکثر نقاط افغانستان مسلط بشن و حکومت اسلامی خودشون رو راه بندازن و توی این دوره کارهای زیادی هم انجام میدن که ما به صورت جداگانه توی دو تا ویدیو و بعضی از این کارها اشاره خواهیم کرد. در اواخر دهه 90 میلادی و به دلیل نزدیکی دیدگاه‌ها طالبان و القاعده با هم متحد میشن و کمک‌های زیادی هم به هم میکنن. بعد از حادثه 11 سپتامبر آمریکا خواستار تحویل بن لادن از طالبان میشه، ولی طالبان قبول نمیکنن که این بهانه حمله آمریکا رو به طالبان در افغانستان میده. بعد جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا به صراحت میگه که طالبان تاوان این کارشون رو میدن. با حمله آمریکا طالبان ضعیف میشن و تقریبا تا سال 2006 دیگه نشانه هایی از اونها پیدا نمیشه، تا اینکه کم کم دوباره جون میگیرن و خب یک سری حرف و حدیثایی هم وجود داره که خود دولت‌های وقت چون پشتون بودن، یعنی نفرات اصلی در دولت‌ها مثل حامد کرزی یا بعدها اشرف غنی، نمیخواستن که طالبان کاملا از بین بره و در همین راستا مذاکراتی هم با آمریکا و طالبان داشتن. به هر حال به این مسائل قومی و سیاست‌های دولت افغانستان کاری نداریم
و همچنان عقیده داریم تنها راه برقراری صلح در کشور افغانستان کنار گذاشتن اختلافات قومی و قبیلی و مذهبیه و این کشور فقط نیاز به یک حاکم عادل و با انصاف داره تا بتونه صلح رو توی این کشور برقرار کنه و تا زمانی که به اونجا نرسه همچنان درگیر جنگ‌های داخلی خواهد بود. نظر شما در این باره چیه؟ به نظر شما راه برقراری صلح توی افغانستان چیه؟ لطفا نظرتون رو توی کامنت‌ها واسمون بنویسید و به امید صلح پایدار در افغانستان تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.